سلام بر پیشوای آزادی خواهان، سلام بر حسین. عرض سلام و ادب و احترام و تعزیت خدمت سقای دشت کربلا، ارباب آب و ادب حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، قمر منیر بنی هاشم. مرا دیگر ام البنین نخوانید، من ام بی بنینم. بیننده های محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین عرض تعزیت به مناسبت وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها. در 38مین قسمت از برنامه هشتگ سوژه در مورد بزرگ بانویی در تاریخ اسلام می‌خواهیم صحبت کنیم به نام حضرت ام البنین سلام الله علیها، بزرگ بانویی که تا روز قیامت الگوی بشریت هستند، نه تنها الگوی زنان، الگوی زنان و مردان و الگوی بشریت در بسیاری از خصال و ویژگی‌های اخلاقی و خانوادگی و اجتماعی. این بانوی بزرگوار الگو هستند برای ما و تمام بشریت و در این برنامه می‌خواهیم با شما در مورد این مطلب گفتگو کنیم که چگونه می‌توانیم حضرت ام البنین سلام الله علیها رو الگوی خود قرار بدیم. با ما همراه باشید. بیننده های محترم تلویزیون امام حسین علیه السلام، به کربلا خوش آمدید. در طول تاریخ اسلام زنان بسیاری بوده اند که قله های ترقی را در نوردیده و به عنوان زنان نمونه و الگو معرفی شده اند. اسلام بنیان برتری طلبی های قومی، نژادی، جنسی و مالی را ویران نمود و تمام انسان ها از مرد و زن، غنی و فقیر، عرب و عجم، سیاه و سفید و زشت و زیبا را در یک صف قرار داد. خدای متعال در آیات 11 و 12 سوره مبارکه تحریم برای مؤمنین دو زن را مثال می زنند که می توانند الگو باشند، همسر فرعون و همسر و حضرت مریم مقدس. در نگاه اسلام زن و مرد باید هدف مشترکی که همان رسیدن به اوج قله کمال انسانی است را دنبال کنند و به منظور دستیابی به این هدف هر دو به یک میزان توانمند می باشند و تفاوت جنسیت که لازمه خلقت است نه نقشی در ایجاد یا افزایش این استعداد و توانمندی دارد و نه نقشی در ارزش گذاری آن. تمامی امتیازهای نژادی، جنسیتی و غیره پوچ است. آنچه به مردان و زنان برتری می‌دهد تکاپو در جهت تحقق روح بلند پرهیزکاری است، همان گونه که خدای متعال در آیه 13 سوره حجرات می‌فرماید: ارجمندترین شما با کرامتترین شما نزد خدا با تقواترین شماست. جایگاه زن در آفرینش آنجاست که مرزی برای پیروزی ها، داشتن ها و رسیدن ها ندارد. هر که بنده خدا باشد به او نزدیکتر است، چه مرد چه زن. در تاریخ اسلام زنانی بوده اند که همسر امام معصوم بوده و نامشان به خوبی یا بدی در تاریخ جاودانه شده است. حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها همسر رسول خدا، فاطمه بنت اسد همسر ابو طالب، حضرت زهرا همسر امیر المؤمنین، شهر بانوی ایرانی دختر یزدگرد سوم همسر امام حسین، حمیده مغربیه که ایشون از مغرب بودند همسر امام صادق،
حضرت نجم خاتون که از اروپا بودند، همسر امام هفتم حضرت موسی بن جعفر، و خیزران همسر امام رضا، سمان خاتون مغربیه که ایشون هم از مغرب بودن همسر امام جواد، سوسن همسر امام هادی، نرجس خاتون حضرت همسر حضرت امام حسن عسکری علیهم السلام، و در مقابل زنانی هم بوده اند که همسر امام یا پیامبر بوده و نامشان در تاریخ به بدی جاودانه شده است. عایشه و حفصه همسران رسول خدا، جعده همسر امام مجتبی و ام الفضل همسر جواد الائمه علیهم السلام. یکی از بانوان با فضیلتی که به واسطه عبد محض بودن برای پروردگار جهانیان و ایمان والایش به رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام نامش در تاریخ اسلام جاودانه شده و تا روز قیامت الگوی خوبی برای بشریت است، فاطمه بنت هزام حضرت ام البنین سلام الله علیها، همسر با کفایت مولا علی علیه السلام است. و امروز در 38مین قسمت از برنامه هشتگ سوژه از شما بیننده های محترم در مورد این بانوی با کرامت و با فضیلت از شما میپرسم که چگونه حضرت ام البنین را الگوی خود قرار دهیم. من مسعود بهنام هستم و تلویزیون امام حسین علیه السلام این فرصت رو به شما بیننده های محترم میده که با تلفن برنامه هشتگ سوژه تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد سوالی که مطرح کردم بیان کنید. میخوام از بله اتاق فرمان شماره رو نشون میدن، 20964-770-309-6135 شماره واتساب و تلفن برنامه هشتگ سوژه هست. از ایران میتونید از طریق اسمس و پیام کوتاه جواب سوال ما رو بدید به شماره 5011-4070، و در اینستاگرام هم به شناسه @سوژه اینستاگرام برنامه هشتگ سوژه میتونید کامنت بگذارید که در برنامه مثل روال برنامه های قبلی کامنت های شما قرائت میشه. بله بیننده های محترم، خیلی خوشبختم و به خود میبالم که از جوار گنبد و بارگاه مطهر و نورانی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در خدمت شما بزرگواران هستم و بدین واسطه شما دارید بین الحرمین رو میبینید و زیارت میکنید امام حسین و حضرت ابوالفضل علیه السلام رو. در همین ابتدای برنامه اجازه میخوام از کارگردان محترم اگر به من فرصت بدن قبل از اینکه تماس ها رو وصل کنن سری بزنم به اینستاگرام برنامه هشتگ سوژه. بله، در اینستاگرام برنامه هشتگ سوژه اگر هم شما موبایل دستتون هست میتونید الان ببینید، همینطور که من پیام ها رو مرور میکنم شما هم از طریق موبایلتون میتونید اینستاگرام برنامه هشتگ سوژه رو ببینید. بله، اینجا بیننده‌ای به نام حسن نوشتن باید به دقت زندگی این حضرت رو قبل و بعد ازدواج با مولا مطالعه کرد و سر لایق شدن همسر مولا و مادر فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها شدن رو دریافت که این سر رو بفهمیم و بتونیم اندکی از آن را در زندگی روزمره خودمان انجام دهیم و که به سعادت میرسیم. باید به این نتیجه برسیم که چه می شود این اولیا مخدره به این شکل ادب را معنا می دهد و چهار گل پسر خود را با عشق تقدیم اربابش حضرت حسین علیه السلام می کند. بله، بیننده دیگه با شناسه ماریه نوشتن
بله، قبل از امیرالمؤمنین معاویه به خواستگاری فاطمه بنی کلاب آمده بود، در حالی که فرماندار شام هم بود، اما به راحتی فاطمه دست رد به سینه معاویه میزنه. از بیننده های محترم تقاضا میکنم که همچین مطالبی که در تاریخ مشهور نیست، سند و آدرس کتابی که از اون مطالعه کردن و نقل میکنن رو هم بنویسن. این بیننده آدرسش رو ننوشتن. بله، در ادامه پیامشون نوشتن که حضرت فاطمه به خواستگاری حضرت علی جواب مثبت میدن و چون جایگاه امیرالمومنین و اهل بیت رو میشناختن، با بصیرت و آگاهی درونی که داشتن، که این بصیرت هست که وقتی وارد خانه حضرت علی میشود، خودش را خادم فرزندان او قلمداد میکند و میگوید مرا مادر و به فرزندان ایشان میگوید مرا مادر خطاب نکنید، اجازه نمیدهد که فاطمه صدایش کنند که نکند خاطر فرزندان حضرت زهرا مکدر بشه. بله، پیامشون طولانی هست، اگر موبایل دستتون هست میتونید ببینید. ادامه پیامشون هم راجع به تربیت حضرت ام البنین نوشتن که این خانم وفادار به فرزندان امیرالمؤمنین بودند. وقتی که بشیر خبر شهادت فرزندانشون رو آورد به مدینه، حضرت ام البنین فقط میپرسیدن که از حسین چه خبر. بله، بیننده دیگری با شناسه اف ام نوشتن سلام علیکم السلام، حضرت ام البنین علیها السلام همسر مهربان و فداکار و یاوری بی‌نظیر برای امیرالمؤمنین بودند، مادر بسیار خوب و تربیت بسیار عالی برای فرزندان بزرگوارش بودند و الگوی بسیار مناسبی برای همه ما. در کنار اینها ایشان انسانی پرهیزگار و مؤمن و متقی و محب به اهل بیت و مطیع اهل بیت بودند. به نظر من رمز موفقیت در هر دو دنیا ادب به اهل بیت علیهم السلام است. تشکر میکنم از شما بیننده های محترم که وقت میذارید و در اینستاگرام برنامه هشتگ سوژه نظرهای خودتون رو که مطالعه کردید و تحقیقاتی دارید انجام میدید و مینویسید. همینطور در اینستاگرام شبکه جهانی امام حسین علیه السلام که در خلال برنامه میخونم پیام هاتون رو، و همینطور دوستانی که لطف میکنن و در اینستاگرام شخصی بنده نظرهاشون رو در جواب سوال برنامه مطرح میکنن. منتظر تماس های شما بیننده های محترم هستم که در مورد اینکه چگونه حضرت ام البنین سلام الله علیها رو الگوی خودمون قرار بدیم با شما گفتگو کنیم و از زوایای مختلف زندگانی این بانوی با فضیلت انشاءالله بتونیم الگو بگیریم و در زندگانی خودمون انشاءالله بتونیم به کار ببندیم. تماس داریم؟ بله، بفرمایید که اتاق فرمان، بفرمایید که تماس گیرنده کی هستن. من صدا ندارم. بله، از همینجا بگید. آقای حسینی از ایران، سلام میکنم خدمت شما. اتاق فرمان مشکل صوت رو برطرف کنن. سلام میکنم خدمت شما آقای حسینی. سلام عرض کردم. سلام بر شما. سلام منو دارید؟ بله بله، صدای شما رو داریم. جناب آقای حسینی، موضوع برنامه راجع به حضرت ام البنین سلام الله علیها هست و اینکه چگونه میتونیم حضرت ام البنین رو الگوی خودمون قرار بدیم. حضرتتون عرض کنم من دو تا مطلب برسیدم. بله بفرمایید، صداتون رو داریم. اتاق فرمان، من صدای شما رو ندارم. به من اطلاع بدید که صدای این بیننده قطع شد یا اینکه تماس قطع شد، چطوریه؟ تماس ظاهرا قطع شده. بله، مجددا اگر وصل شد به من اطلاع بدید، چون من صدایی از اتاق فرمان ندارم. بله، راجع به حضرت ام البنین سلام الله علیها، این شیرزن و دلاور بانویی که مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام پس از 15 سال از شهادت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ایشون رو به عنوان همسری خود برگزیدند، صحبت زیاد هست، هم در روایات هم در مطالب تاریخی، و در این قسمت میخوام
نظر شما بیننده های محترم رو بدونیم و با هم گفتگو کنیم در مورد اینکه چگونه می توانیم حضرت ام البنین رو الگوی خودمون قرار بدیم. تماس وصل شد؟ چون من صدا ندارم یه نفر بیاد از اتاق فرمان اینجا. تماس وصل شده آقای حسینی؟ صداشون رو ندارم من. آقای حسینی سلام عرض میکنم خدمت شما، من صدای شما رو ندارم. الو سلام میکنم خدمت شما جناب حسینی. الو قربان شما، الان سلام منو دارید؟ بله بله صدا درست شد، صداتون رو داریم به وضوح. در کربلا صدای شما داره پخش میشه. در جواب سوال برنامه نظرتون رو میشنویم در مورد اینکه چگونه حضرت ام البنین رو الگوی خودمون قرار بدیم. خدمتتون عرض کنم که طول تاریخ زیاد از احادیث ائمه شنیدیم راز زندگی درست، دینداری، نمیدونم و غیره. خب اینا بوده، هم شنیدیم و هم در جریان قرار داریم. اما یه مسئله اینه که امام صادق میفرمایند شما با عملتون مردم رو هدایت کنید، نه با کلام و سخنرانی. خب حالا ما اون صحبت های ائمه رو شنیدیم و میدونیم، اما در عمل چی؟ ما الان اینجا الگوهایی داریم که دارن عمل میکنن. این عمل اینا اگه درست بود خب کار درست میشه، ولی اگر عمل اینا با کلام با گفته ائمه مغایر بود دیگه چه چیزی، چه تاثیر مثبتی میخواد داشته باشه؟ اتفاقا تاثیر خراب میشه، همون اعتقاد نسبت به ائمه هم تضعیف میشه. پس باید الان دست اندر کارا مسئولین اینا عملشون درست باشه. یه عمل درست بود. بله تماسشون قطع شد. تشکر میکنم از جناب آقای حسینی که نظرشون رو بیان کردن، هرچند به اختصار بود و تماسشون قطع شد. منتظر تماس‌های شما بیننده های محترم هستم و نظرتون رو در مورد موضوع برنامه و سوالی که مطرح کردم انشاءالله میشنویم. از طریق واتساپ و تلفن میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو بفرمایید. حضرت ام البنین سلام الله علیها به معنای واقعی کلمه عارف به مقام صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و پدر و همسر و فرزندان ایشون بودند و این سیره رفتاری را در مدت زمان زندگی با امیرالمؤمنین علی علیه السلام و نحوه برخورد با فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها به جهانیان ثابت کردند. شما بیننده های محترم هم تا به حال شاید مطالعاتی داشته باشید راجع به حضرت ام البنین یا در مجالسی که حاضر میشید و مطالبی که شنیدید و آگاهی دارید راجع به حضرت ام البنین، تماس بگیرید و در مورد نحوه الگو گرفتن از این بانوی با فضیلت در موردش با هم صحبت میکنیم. تماس کی هست؟ سلام میکنم به آقای حسین از شیراز. سلام، خسته نباشید. سلام بر شما جناب آقای حسین. موضوع برنامه ما در مورد حضرت ام البنین هست و اینکه چگونه میتوانیم حضرت ام البنین رو الگوی خود قرار بدیم. بله، حضرت ام البنین با اینکه خودشون معصوم نبودن و فرزندانش هم معصوم نبودن، جوری فرزندانشون رو تربیت کردن که امام زمان خودشون رو بشناسن و اجازه ندادن که فرزندان حضرت زهرا برادر بگن و دادن به فرزندان خودشون که فرزندان زهرا امام هستن و شما باید از آنها پیروی کنید. ما هم با تعظیم از ایشون میدونیم الگو بگیریم که فرزندان ما را جوری تربیت کنیم که امام زمان خودمون رو بشناسیم. یعنی شما به زندگانی ام البنین از دیدگاه معرفت به امام زمان اشاره می‌فرمایید. خب جناب آقای حسین آقا، به نظر شما راز جاودانگی حضرت ام البنین چیه؟
که در طول تاریخ نام ایشون ماندگار شده. ولایت مداری بعدشون خیلی محب حضرت زهرا بودن که با اینکه 15 سال بعد حضرت زهرا به ازدواج حضرت علی در اومدن، انقدر مؤمن و ولایت مدار بودن که حضرت زهرا در زمان حیات خود و حضرت علی پیشنهاد داد که بعد از وفات من ملبنین را به عقد خود درآورد. بله، تشکر میکنم از حسین آقا که از شیراز با ما بودن و نظرشون رو در مورد سوال برنامه مطرح کردن. خدا نگهدارتون. بله، بیننده های محترم، ایشون که از شیراز تماس گرفتن به معرفت حضرت ام البنین به امام زمانشون یعنی امیرالمؤمنین اشاره کردن که طبق همین معرفت فرزندانشون رو تربیت کردن که به امام زمانشون امام حسین علیه السلام و در واقعه عاشورا چطور جانفدایی کردن و ایثار کردن و از جان خودشون در راه امام زمانشون گذشتن. منتظر تماس‌های شما هستیم. از هر جا که هستید میتونید با شماره برنامه هشک سوژه تماس بگیرید. اگر دسترسی به اینترنت و واتساپ دارید از طریق واتساپ، و اگر اینترنت در دسترس ندارید از طریق تلفن میتونید تماس بگیرید. کسانی هم که امکان تماس گرفتن ندارن میتونن پیام بدن، شمارهشون رو برای برنامه هشک سوژه ارسال کنن از طریق اینستاگرام یا تلگرام یا واتساپ. از هر طریقی که میتونید شمارتون رو ارسال کنید. دوستان من در اتاق فرمان با شما تماس میگیرن و به استودیو وصل میکنن. بله، اشاره میکنن که آپارات رو هم من اشاره کنم که صفحه رسمی برنامه هشتگ سوژه در آپارات، میتونید تمامی برنامه های هشتگ سوژه 37 قسمتی که تا الان پخش شده رو در آپارات مشاهده کنید. سرچ کلمه هشتگ سوژه در آپارات به شما کمک میکنه که صفحه رسمی برنامه هشتگ سوژه در آپارات رو ببینید. و از فرصت استفاده کنم همینجا به بیننده های محترمی که از راه اینترنت بیننده برنامه هشتگ سوژه هستن سلامی گرم از کربلای معلا داشته باشم. بیننده هایی که از لایو یوتیوب، لایو فیسبوک یا اپلیکیشن شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و خلاصه راه های مختلفی که بخش آیتی مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام برای شما عزیزان در نظر گرفتن، بیننده برنامه هشتگ سوژه هستید. سلام میکنم به آقای امیری از شاهینشهر. الو، سلام علیکم. سلام بر شما جناب آقای امیری. موضوع برنامه ما حضرت ام البنین هست. متشکرم. و سوال من از شما اینه که چگونه می توانیم حضرت ام البنین رو الگوی خودمون قرار بدیم؟ بله، با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و دستندرکاران برنامه خوب. سلام بر شما، متشکرم. سلام الله علیها با تربیت فرزندان همچون حضرت ابوالفضل عباس نشون دادن که میتونن سرلوحه بانوان و حتی مردان باشن در جهان اسلام. بله. خانومی که وقتی که به خانه علی علیه السلام پا میگذارد و احساس میکند که بچه ها از نبود حضرت زهرا سلام الله علیها رنجور گرفته هستن و ایشون هم اسمش فاطمه بوده، به حضرت علی میگه یا علی اگه میشد مرا به نام فاطمه صدا نزن. بله. چون در چهره حضرت زینب احساس غم و ناراحتی میکنم و حضرت علیه السلام بهش میگه من تو را به کنیه صدا میزنم و به ایشون میگه ام البنین، که میگه آقا من پسری ندارم، و حضرت علی بهش میگه که شما خدا به شما پسرانی میداد که شاخص و نمونه میشن. و همچنین بعد از واقعه عاشورا وقتی که خبر شهادت عباسش را میارن، اندوه و غمی از خودش نشون نمیده و میگه که عباس هم فدای حسین باد، از حسین هم بگید حسین چی شده. یعنی ایشون مقام امامت و ولایت را به طور کامل درک کرده بودن که از دست دادن حضرت عباس نتونسته
چمنش رو خم بکنه و سراغ امام حسین رو میگیره. معرفت ایشون به اهل بیت و امام زمانشون. از بله. و بله جناب آقای امیری، سوال بعدی من باز می بله. جانم. سوال بعدی من از شما اینه که رمز موفقیت حضرت ام البنین سلام الله علیها در تربیت فرزندانشون چه بوده؟ در چه مواردی هست که ما میتونیم الگو بگیریم برای تربیت نسل جوانمون و تربیت فرزندانمون؟ خب عوامل مختلفی هست، مهمترین عاملش همون ایشون زن ساخته و زنی بودن که علی علیه السلام با توجه به سری معیارهای ایشون رو انتخاب میکنه، و دوم در همجواری و همزیستی با حضرت علی علیه السلام هستن که باز مزید بر تکامل میشه و ایشون هدف را شناخته بودن که حضرت علی علیه السلام قصدشون از ازدواج با ایشون چی بوده، و چون هدف را خوب شناختن تونستن خوب تربیت بکنن و نامشون در جهان اسلام بمونه، و بعد از شهادت امام حسین و حضرت عباس هم با نوحه زاریایی که در بقی انجام میده دل دشمنانش را به درد میارد و حتی دشمنانش از ناله های ایشون از عمل کرده یزید اظهار ندامت و پشیمانی میکنه و میگن ای کاش این اتفاق نمیافتاد که الان این خانم این گونه سوگواری بکنه. به هر جهت میشه در همه زمینه‌ها از ایشون درس بگیریم و الگو باشه. انشالله که راهروان خوبی برای این خانم باشه. تشکر میکنم جناب آقای امیری از تماسی که گرفتید و همراهیتون با برنامه هشتگ سوژه. خدا نگهدارتون. بیننده های محترم برنامه هشتگ سوژه، این نمای زیبای گنبد و بارگاه حضرت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام هست که در شام وفات مادرشون حضرت ابوالفضل علیه السلام میبینید حرم چراغهای قرمز داره و عزادار هست و عزاداری و سینه زنی و روزه چند روزی که ایام وفات این بیبی مظلومه هست در کربلا در هر دو حرم و بین الحرمین برگزار میشه. اما اکنون توجه شما بیننده های محترم رو جلب میکنم به آیتم سوژه گراف، با هم میبینیم. کمتر نامی از مادران و همسران با ایمان پیامبران و اوصیای اونها در تاریخ به جاودانگی ثبت شده. گاهی هم نام برخی از اونها مثل همسر حضرت نوح و حضرت لوط به بدی در تاریخ ذکر شده. در تاریخ اسلام هم خیلی نیستن بانوانی که نامشون در کنار نام پیامبر و جانشینان ایشون جاودانه شده باشه. بانوانی مثل خدیجه همسر پیامبر، فاطمه همسر امیرالمومنین، شهربانو همسر امام حسین، حمیده همسر امام صادق، نجمه همسر امام کاظم و نرجس همسر امام حسن عسکری. در میان همه بانوان بی همتای تاریخ اسلام کمتر نامی به عنوان باب الحوائج همچون ام البنین ثبت شده. فاطمه ام البنین همسر علی علیه السلام و مادر ماه بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس و سه برادر با ایمان و فداکار دیگرش. بانویی که به درجاتی از کمال میرسه که شایستگی مادری کردن برای فرزندان حضرت علی علیه السلام رو پیدا میکنه و از حضرت میخواد فاطمه خطابش نکنه که شاید فرزندان حضرت فاطمه زهرا با شنیدن این نام به یاد مادرشون بیفتن و غم به دلشون بشینه، و فراتر از اون چهار فرزندش رو طوری بار میاره که خودشون رو خادمان فرزندان حضرت زهرا میدونستن و جونشون رو فدای امام زمانشون کردن و وفا و ادب و احترام رو اونجایی به حد اعلا میرسونه که وقتی بشیر از طرف امام سجاد مأموریت پیدا میکنه مردم مدینه رو از فاجعه کربلا خبردار کنه، حضرت ام البنین جلو میاد و با گریه از حسین علیه السلام خبر میگیره. بشیر خبر و شرح شهادت چهار فرزندش رو بهش میده، اما ام البنین بهش میگه که فرزندان من و اون چه زیر این آسمونه فدای ابا عبدالله و باز هم سراغ امام حسین رو میگیره. و وقتی بشیر چگونگی شهادت امام حسین علیه السلام رو بیان میکنه، ام البنین ناله ای میزنه و میگه ای بشیر بند دلم رو پاره کردی.
حضرت ام البنین با مراتب بالای معرفت نسبت به مقام اهل بیت علیهم السلام بعد از فاجعه عاشورا همواره با زینب کبرا سلام الله علیها بر شهدای کربلا گریه و عزاداری میکنه و بنا به فرمایش حضرت زینب شریک در مصیبت‌های اهل بیت علیهم السلام میشه. این بانوی والا معرفت فرزندانی رو پرورش میده که به مفاهیمی مثل شجاعت، ایثار، وفا و فداکاری معنا میبخشن و امروز نام اونها رو بدون نام مادرشون نمیشه تصور کرد. مادری که هم خودش و هم فرزند ارشدش باب الحوائجن و مسلمون و غیر مسلمون و شیعه و غیر شیعه حاجتهای دنیوی و اخرویشون رو ازشون طلب میکنن. بیننده های محترم تلویزیون امام حسین علیه السلام، شما شاهد برنامه هشتگ سوژه هستید از شهر مقدس کربلا، استودیو بین الحرمین. من قبل از اینکه تماس وصل بشه برم به اینستاگرام تلویزیون امام حسین علیه السلام، امام حسین تیوی وان. بیننده ای با شناسه FM اینجا نوشتن: با سلام، تمام ما در زندگی برای بهتر شدن باید الگویی برای خیش داشته باشیم که از رفتار ایشون سرمشق گرفته و در زندگی خود به کار بندیم، و چه الگویی بهتر از اهل بیت پیامبر و یاران صدیق آن بزرگواران که سراسر زندگیشان درس و آموزنده است. برای ما سخنان آنان، وسیله آنان و در میان آنها بانوی بزرگوار به نام حضرت ام البنین سلام الله علیها وجود دارد که دقت در زندگی این بزرگوار سرازر آموزنده است. بله، برم به اینستاگرام شخصی خودم و پیام هایی که شما بیننده های محترم در جواب سوالمون نوشتید. بیننده‌ای با شناسه حاله نوشتن: در زیارت این بانوی گرامی می‌خوانیم همانا تو با اهدای فرزندانت و قربانی کردن آنها در راه آرمان‌های حسین علیه السلام جهاد نمودی و بندگی خدا را با تحت ولایت قرار گرفتن امامان معصوم با خلوص کامل به جا آوردی و بر آن مصیبت جانکاه یعنی شهادت فرزندانت در روز عاشورا صبر نمودی، چرا که آن را در پیشگاه حضرت حق انگاشتی و همواره در شدائد امیرالمؤمنین را یاری می کردی و همواره در نهایت اطاعت و وفا نسبت به این خاندان بودی و برگزیدی هواخواهی ایشان را. در سراسر تاریخ این گونه زنان و مردان حق طلب و آزاده الگوی حقیقی و مصباح برای نجات بشریت در تمام اعصار می باشند. کاربر دیگری در اینستاگرام بنده نوشتن: با سلام، حضرت ام البنین مصداق بارز یک بانوی مسلمان مؤمن و محب واقعی اهل بیت علیهم السلام بودند. محبت ایشون به اهل بیت، ادب ایشون به اهل بیت و صبر ایشون در مصیبت ها، تربیت فرزندان رشید برای امیرالمؤمنین همچون قمر بنی هاشم، اینها همه برای تمامی ما بلخص بانوان عزیز الگوی بسیار مناسبی است. محبت به اهل بیت، ادب به اهل بیت، فرمان برداری از اهل بیت، یاری کردن اهل بیت و صبر. تشکر میکنم از دوستان و بیننده های محترم که با کامنت های خودشون برنامه هشتگ سوژه رو همراهی میکنن، همچنین بزرگوارانی که موبایل دست میگیرن و تماس میگیرن با برنامه و نظرشون رو در برنامه مطرح میکنن که گفتگو میکنیم و نظرتون رو انشاءالله میشنویم. شجاعت، تقوا، علم، ادب، وفاداری و معرفت حضرت ام البنین سلام الله علیها کم نظیر و غیر قابل توصیف است. ایشان فرزندان خود را بر رعایت ادب و احترام نسبت به فرزندان امیرالمؤمنین تربیت کردند و کمتر کسی هست که از این تربیت چیزی نشنیده باشه و نام قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل علیه السلام و سه برادر شهیدشون در کربلا رو نشنیده باشه. آقای سلام میکنم به آقای مختار از آلمان. بزرگوارید، متشکرم. جناب آقای مختار، به نظر شما چگونه می توانیم حضرت ام البنین رو الگوی خودمون قرار بدیم؟
اول تشکر میکنم از خودتون. نمیدونم چه حسیه، چه حالیه به این دست نام اومد مدرسه باز به ذهنم میزه بایستم با این زیباست یه اتفاق قلبیتی در اون بیدی فرزن خونه حضرت حقیق را به جمعت که تونست جونشا تونست از حضرت مبنی از چهار تا فرزندش بگذره اصلا براش مهم نباشه، مهم فرزند زهرا باشه. با سلام برام اصلا در چشم زیره میدونیم این چیزاست که مذهب شیعه را هنوز زنده کرده. این وفاداری، این تربیت، خانواده واقعا نمیدونم احساساتمو نمیدونم بگم فرمامدون. میدونید دلم داره میلرزه. من نمیدونم مولوی حضرت عباس میاد میلرزه تپه میخورم. شما در زندگی شخصیتون از کدوم یک از ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری حضرت ام البنین الگو می‌گیرین؟ با من چه خصلتی نداشته که من نتونم این تربیت و این اصلاح وجود داشته وفاداری. نمی‌دونم اون وفا به عهد، اون احترام حضرت عباس من شنیدم تا موقعی که زمین نیفتاد حسین برادرش از یک خون بودن، از یک رنگ برادر سزانه چه و اون لحظه هم که برادر صدا کردن در مقاتل دلیلش ذکر شده. بله ادامه بدید. بله دلم میخواد دستم از دنیا و آخرت کار دوست دارم بچه هامو من دارای دو برادرم خدا حفظشون کنه حضرت ام البنین باشه انشاءالله سیزش برای ام البنین باشه اینجوری آدمان ارزت باشن. دوست دارم وفاداری از عباس ام البنین یاد بگیرم، فقط وفاداری به اهل بیت. میتونم مذهب شیعه و دنیا به عنوان قطره از یک اقیانوس نشون بدن. امیدوارم بتونم در این کار موفق باشم از خدا و از حضرت عباس و از تربیت حضرت عباس که مادرش بودنینه کمک میخواب. برام دعا کنی. خیلی منو از برنامه انشاءالله. تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه. جناب آقای مختار در تجربه ثابت کرده که هر کسی که به حضرت ام البنین مادر ابوالفضل علیه السلام اظهار ادب و احترام بکنه قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل علیه السلام حساب ویژه‌ای برای ایشون باز می‌کنن. انشاءالله که شما هم تحت توجهات و عنایات حضرت ابوالفضل قرار بگیرید. تشکر می‌کنم از شما. خدا نگهدارتون. حضرت ام البنین سلام الله علیها پس از واقعه کربلا وقتی که بشیر از شهادت امام حسین علیه السلام خبر داد وارد مدینه شد قبل از کاروان و قافله اهل بیت امام حسین و خبر از شهادت سید الشهدا و دیگر یارانشون میداد وقتی که حضرت ام البنین سلام الله علیها جلو اومدن و مردم به احترام این بانوی با فضیلت راه باز کردند تا این بانو مقابل بشیر قرار گرفت هرچه بشیر بعد از اون که پرسید این بانو کی هستن و مردم جواب دادن بشیر تسلیت گفت به حضرت ام البنین شهادت فرزندانشون رو یک یک از چهار فرزندشون شروع کرد و نام ابوالفضل علیه السلام و دیگر برادرانشون رو آورد ولی نام هر یک از فرزندان بیبی رو که بشیر بر زبانش جاری می کرد ام البنین سلام الله علیها فقط می گفتن بشیر از حسین برای من بگو اگر حسین زنده باشه و سالم باشه من خیالم راحته و تمام فرزندانم و هر آنچه زیر این آسمان هست فدای حسین باد. و وقتی در نهایت بشیر خبر شهادت سید الشهدا علیه السلام رو داد به اهل مدینه و حضرت ام البنین سلام الله علیها این بانوی با معرفت
به مقام امامت فریاد زدن ناله ای از سویدای دل که ای بشیر بند بند دلم رو با این خبر پاره کردی. سلام خدا بر ام البنین سلام الله علیها. و عرض کردم در تماسی که این بیننده محترم داشتن قبل از صحبتها، بسیار زیاد افراد تجربه کردن، شاید شما هم که بیننده برنامه هشتگ سوژه هستید الان، شما هم جز به این افراد باشید و تجربه کرده باشید که احترام به حضرت ام البنین سلام الله علیها چقدر از گرفتاری ها رو حل میکنه و مهمتر از اون صاحب این گنبد و بارگاه یعنی ابوالفضل علیه السلام حساب ویژه‌ای برای کسانی که به مادرشون حضرت ام البنین سلام الله علیها عرض ادب و احترام و ارادت دارن باز میکنن. انشاءالله که بیش از پیش بتونیم قدر و منزلت حضرت ام البنین سلام الله علیها رو درک کنیم و بیش از پیش بتونیم در حاجت هامون، گرفتاری هامون و مشکلاتمون متوسل بشیم به این بانوی جلیل القدر. عرض کردم کلمات بسیاری هست که راجع به حضرت ام البنین سلام الله علیها گفته شده، هم از اهل بیت علیهم السلام و هم از در طول تاریخ از بزرگان، مراجع، علما و دانشمندان فراوان، که چند موردش رو خیلی خلاصه من اینجا عرض میکنم از علما و دانشمندانی که راجع به حضرت ام البنین سلام الله علیها سخنانی دارند. اول اشاره میکنم به کلام پسر ابی طالب، حضرت جناب عقیل برادر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که خطاب به امیرالمؤمنین عرضه داشت در میان عرب شجاعتر از پدران ام البنین سراغ ندارم. سید محسن امین در اعیان و شیعه نوشته حضرت ام البنین شاعری خوشبیان و از خانواده ای اصیل و شجاع بود. سید باقر شریف قرشی در کتاب خود العباس رائد الکرامه می نویسه در تاریخ دیده نشده که زنی نسبت به فرزندان هووی خود محبتی مخلصانه ورزد و آنها را بر فرزندان خود مقدم بدارد جز حضرت ام البنین سلام الله علیها. بیننده های محترم، در این دقایق پایانی برنامه توجهتون رو جلب می کنم به کلامی از مرجعیت عالی قدر شیعه حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در مورد حضرت ام البنین سلام الله علیها و شخصیت والای ایشون. حضرت ام البنین سلام الله علیها از خاندان بنی هاشم نبودند، ولی در این دنیا به گونه ای رفتار کردند که به مقام والایی نزد خدای متعال نائل آمدند. نام ایشان فاطمه بود و هنگامی که به خانه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام وارد شدند، به ایشان عرضه داشتند مرا فاطمه صدا نزنید، زیرا ممکن است حسن و حسین علیهم السلام به یاد مادر خیش بیفتند و اندوهگین شوند. سیره عملی حضرت ام البنین سلام الله علیها درس ها و عبرت های زیادی درش هست که بهترین الگو برای زنان و مردان در سراسر این گیتی هست. انشاءالله که بتونیم با الگو قرار دادن ادب، شجاعت و تربیت فرزندانی که ام البنین تربیت کردن، ما هم بتونیم الگو قرار بدیم ایشون رو و فرزندانی با معرفت به امام زمان انشاءالله تربیت کنیم. تشکر میکنم از شما بیننده های محترمی که تا این لحظه بیننده برنامه هشتگ سوژه بودید و ما رو با تماس ها، کامنت ها و نظرهای خودتون که از واتساب یا تلگرام ارسال کردید همراهی کردید. یا علی مدد، خدا نگهدار.